اشاره ربانی دو تا بخش مهم داره، یکی پیش از خود اون مراسم اشاره ربانیش، یعنی اون بخش توزیع نان و شراب که بهش میگن یوکرست یا هولی کمیونین، و یکی هم در حین اون عمل و بعدش. پیش از اشا یک موعظه های انجام میشه، سخنرانی هایی به حالت گفتاری صحبت میشه، و بعد در بینش آموزه های مسیحیت مثلا ترینیتی یا همین بحث تثلیث، بحث نمیدونم اینکارنیشن یا تجسد مسیح و خدا و انسان بودن مسیح، این آموزه هایی که آموزه های اصلی کاتولیک غربی هستند. یعنی خب بعضی از گرایش های مسیح به خصوص که قبل از اون بودن و بعد به سمت ارتدوکس ها رفتن لزوما با همین آموزه ها موافق نیستن، و بعد در حین عمل اشاره ربانی یه سری دعاها و موسیقی های دیگه اجرا میشه. این دو بخش اصلیش. حالا ما که بیایم به خصوص برای ما که تاریخ موسیقی مطالعه میکنیم، قطعاتش اگر بخوایم بگیم دو نوعن، یکی بخشای خاصن که تو انگلیسی بهش میگن proper، یه بخشای عام من ترجمه کردم که ordinary بهش میگن. خب حالا اینا چی هن؟ اینا اون بخشای خاص اون بخشای هن که متنش به نسبت اون مراسم خاص تغییر میکنه. مثلا اگه تولد مسیحه متنش مناسب اون مناسبته، یا اگر مثلا فرض کنیم راجع به تولد مریم نسبتش با همونه، یا اگر یک قدیس دیگه و الی آخر. اون بخش عام اون بخشایی یعنی که متنش با هیچ مراسمی تغییری نمیکنه، چون متون کلی هن که قابل تعمیم شدن به همه مراسمات هستن. این بخش عامش رفته به رفته برای آهنگسازا مهم میشه. چرا؟ چون خب اونا یه آهنگسازی انجام میدن که در همه مراسم اشاعه ربانی ها قابل اجراست، که بعدا میگم این قسمت عامش 6 تا، اما بعدا میشه 5 تا و این 5 تا دیگه تثبیت میشه. اما در نوع آواز خواندن، یا اینجوری بگم مثلا نوع اجراش، سه نوع اجرای کلی هست، و بعد حالا البته اون بخش آوازش خودش انواع مختلف داره. اون سه نوع کلیش، یه نوعش که به ما ربطی نداره چون فقط خواندنه با صدای گفتاری، بنابراین ذیل موسیقی ما اینو بررسی نمی‌کنیم، و اونم متنای طولانیه که مثلا از خود انجیل یا کتاب حالا چون مقدس عتیق یا جدید استفاده میشه و فقط این متنای رو میخونن. یه بخشی هست که حدوداً، حالا من ترجمه کردم تلاوت، recitation میگن تو انگلیسی، و اونم به صورت یعنی یه جورای دکلمه آوازگونه است که برای ما اهمیت داره، منتها اینا برای متون معمولاً طولانی تر استفاده میشه برای اینکه میخوان با سرعت بیشتری اینا رو بخونن. این قسمت شأن موسیقایی داره. و یه بخشی هم هست که آواز من گذاشتم، اما در واقع تو انگلیسی میگن ملودی، که بخشی که واقعاً ما دیگه ملودی میشنویم، یعنی ملودی های مفصل و با فراز و نشیب های جذاب تری. اول بریم اون دونو جزا رو ببینیم، خاص و آما. این بخش پیش از اشا، و ببخشید که همه اینا انگلیسی هستن، فقط کلیتشانه من میگم. این بخش پیش از اشا مثلا با اینترویت شروع میشه، که اینترویت یه جوره یعنی انترنس، یعنی چجور که موسیقی ردیف ما درآمد داریم، خب این یه جوره در واقع وروده. اما خب اینجا اینترویت یا حالا اون انترنس یا درآمد یک نسبت مهمی با مراسم هم داره. اینجا اون جاییه که در واقع یه سری از افراد وارد دارن میشن، مثلا خود کشیش یا کسایی که میخوان مراسم اجرا بکنن، یا بعد اگر مراسم مهمی باشه مثل پاپ، در واقع با ورود قدم اونها این اجرا میشده. اما الان خب نه دیگه، الان دیگه همه نشستن و یواش یواش اینا اجرا میشه. یا مثلا بخشی کیریه که کلمه‌ای که در یونانی به معنای مسیحه، این بخش اگه توی پرانتزم ببینید او گذاشتم، اون یعنی اوردینری، یعنی اون قسمت عام میشه. این بخش گلوریا و کفیدو که اون پایین میبینید، این سه تا بخش از پیش از اشا جز اون پنجتایی هن که اوردینری هن، یعنی عام هن و تبدیل میشن به اون مس، یا اینجوری بگیم اون ژانر از موسیقی کلاسیک غربی که تحت عنوان به مس یا مراسم اشاعه ربانی توسط آهنگسازهای دیگه آهنگسازی شده که راجبش صحبت میکنه. اون بخش پین و بعد از اشاع یا انجام مراسم هولی کمیونین یا نان و شراب، این بخش ها رو به خودش اختصاص میده. اگه اون بالا دقت کنید آفر تری سالم هست، یعنی اون مزموری که مال بخش ارائه دادن نان و شرابه. بعدش یوکریست پریرز هست، یعنی دعاهای مربوط به مراسم نان و شراب. بعدش نمیدانم سانکتوس هست و الی آخر. و این بخش ها تا
دو تا از اینجا هم اگه دقت کنید اون سانکتوس و اگنوستهی که من بولد کردم اینا هم جزء همون قسمت عام میشن که به اضافه اون ستای قبلی اینا تبدیل به فرم مهمی از آهنگسازی غربی میشن. اون آخرش که ایت میسا است که همون کلمه رم داره توی کل اون بخش که اساسا داره میگه که تمام شد و شما میتونید برید خانه، اون بعدا ازش جدا شد و الان اونم اوائل جزء همین در واقع بخش اوردینری چیز بود. حالا بریم چرا این بخش این موسیقی مراسم عشای ربانی اینقدر اهمیت داره. ببینید ما الان وقتی داریم به تاریخ موسیقی حرف میزنیم خب الان آخرش وایسادیم خب و وقتی داریم برمیگردیم به عقب به یه ژانرهای دیگه بیشتر توجه میکنیم، مثلا به سمفونی توجه میکنیم، به اپرا توجه میکنیم، به کنسرتوها توجه میکنیم، به آثار روی سازهای مختلف مثل پیانو و الی آخر، یا به مثلا ترانه های هنری مثل لید سانگ ها اینا توی زبان آلمانی. اما نکته مهم اینه که پیش از همه اینها برای یه چیزی حدود 1000 سال اصلی ترین ژانری که آهنگسازها خلاقیتشان و همه آموزشی که میدادن روی اون پیاده میکردن و یه جورایی اون آزمونی بوده که اینها باش خودشان ثابت میکردن، حالا در چه مقابل کلیسا، چه در مقابل آهنگسازهای دیگه، چه اجتماع هنری، مراسم عشای ربانی بوده. یعنی مثلا ما حالا شروع میکنیم بزرگترین آهنگسازها در کنار هر فعالیتی که میکنن مراسم عشای ربانی های مهمی آهنگسازی کردن که دیگه از این بند بهش میگن مس. خب کامپوزیسیون هایی داشتن، آهنگسازی داشتن که موضوعش مسه. بعدن که نمونه های از این گوش بدیم ملموس‌تر میشه برای ما.